سلام یک شنبه 27 دی ماه 88 17 ژانویه 2010 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت می موضوع اول لیست بلند بالای غایبین هنرمند در دهه فجر چه جشنواره سینمایی موسیقی شعر و غیره که لیست طولانی است که به دلیل زیغه وقت نمیتونم اسم همه رو بگم ولی تقریبا تمام هنرمندان بزرگ مملکت ما نامآور و در خور کشور اعتصاب کردند و پشت کردند به کودتاچی ها و حکومت کودتا و در جشوار های دهه فجر حضور ندارند و بالاخره ارشاد هم ناگزیر شده که اطلاعیه بده و بگه بعضیا کار داشتن و از دلایل دروغی که خودش میسازه ذکر بکنه نکته مهم این است که جنبش سبز جنبشی است که در واقع در تحلیل نهایی شورش و حرکت بزرگ یک ملت دانا علیه حکومت جاهل و در این حرکت ملت دانا هنرمندان روشنفکران فهمیدگان و تحصیل کردگان کشور نقش مهم می دارند و گروه بسیار تعیین کننده هستند حمایت از هنرمندان این که اینطور روبروی حکومت کودتا ایستادن حتی قوی تر از مثلا هنرمندان یونان جلوی کودتاچی ها از وظایف جنبش سبز که باید آفرین بگه به تمام بزرگانی که اینچنین پشت کردن به قدرت قاهر و جلاد موجود نکته دوم این که سرمایه گذاری خارجی در کشور 93 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و به حدود 700-800 میلیون دلار رسیده که در واقع چیزی نیست و این رکود بزرگ اقتصاد کشور که بانک مرکزی هم تایید کرده اون حرکتی است که جنبش رو به جلو داره میکنه و کمکاری که در سطح کشور هست تاثیر خودش رو گذاشته ضمن اینکه ندانم کاری های کودتاچی ها ندانم کاری های دولت آقای احمدی نژاد و ضرباتی که به بانک های کشور هم زدن مزید بر علت و این موج همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم بیش از همه گریبان تولید کشور رو گرفته و کارخانجات کشور یکی بعد از دیگری با مشکل مواجه میشن یکی از دوستان نوشته که در کارخانه محور سازان ایران خودرو روز 23 دی وقتی کارگرها به دلیل حقوق دست مزد معوقه دست به اعتصاب زدن و اعتصاب غذا کردن بلا فاصله حراست دانشگاه حراست کارخونه ناچار شد عقب نشینی کنه ولی اگر به وعده عمل نکنن دوباره دست به اعتصاب خواهند زد حال اخبار کارگری دنبال کردنش بسیار مهمه و پشتیبانی از جنبش کارگری که اولین قربانیان سوء سیاست های اقتصادی دولت هستند و تولید کشور به خصوص تولید صنعتی بحران بزرگی که گریبانش رو گرفت. نکته سومی که میخواستم بگم در وزارت نفت هم بیش از پنجاه مدیر از مدیران خود مدیران کل خود وزارت نفت یا مدیران عامل شرکت های تاب و وابسته تا کنون عوض شدن کنار گذاشته شدن هنوز بعضیشون جای نشینشون معرفی نشده و بحران در وزارت نفت از شرکت های پیمانکاری و طرف قرار داده این وزارت خونه به خود وزارت خونه و شرکت هاشم سرایت کرده نکته چهارمی که میخواستم بگم دستگیری شهروندان و هموطنان عزیز بهایی ماست که علا رغمی که این شهروندان کشور برابر باور دینی خودشون در سیاست هیچ دخالتی نمی کنند اما حکومت از اون جایی که به هر گروهی هر بخش دگراندیشی حمله میکنه در این فضای مبارزاتی مردم هموطنان بهایی رو مجددا فشار آورده بعد از سالها فشاری که اونها تحمل کردن و بسیاری از اونها رو در دادگاه برده محاکمه داره میکنه و نگرانی بزرگی رو ایجاد کرده برای همه ایرانی ها از سرنوشت این هموطنان زد ششیده نکته پنجمی که میخواستم بگم این است که آیت الله محمد تقی خلجی در قوم دستگیر شده پنج روز از دستگیری ایشون میگذره ولی هیچ خبری از او نیست مرد سالم و سلامتی که تنها جرمش این است که زبان حق داره و حاضر نشده که به قدرت آقای خامنه ای و اعوان و انصارش تمکین بکنه و سراحتا مطرح کرده که بگه حضرت علی زندان اوین یا کهریزک داشته که اینها خودشون رو با علی مقایسه میکنن به هر صورت این فشاری که بر روحانیت سالم و صادق دارن میارن تأثیر خودش رو کرده تا اونجا که روحانی مثل آجاها مشتبه تهرانی هم که امام جماعت مسجد جامع بازاره و ایشون معروف بود که آیت الله و مرجع تقلید اطلاعاتی ها هم هست صداش در اومده و در نماز جماعت وقتی مرگ بر ضد ولایت فقیه گفتن گفته که این حرف رو نزنیم باعث شده یک کسایی که بودن شلوغ کردن اعتراض کردن و کار به درگیری رسیده برای خود من شخصا وقتی مخالفت حاج مشتبه تهرانی رو میبینم دو تا چیز رو میفهمم یکی اینکه چگونه موج مخالفت روحانیت آدمی مثل آج آقا مشتبه تهرانی رو هم متاثر کرده و فهمیده که کار چقدر خرابه و دوم اینکه کسی که خودش خیلی نزدیک بوده با حداقل دستگاه اطلاعاتی چطور کارت به استخون رسیده و صداش در اومده نکته ششمی که میخواستم بگم مراسم بزرگ داشته شهید دکتر مسعود علی محمدی ساعت 11 امروز در مسجد دانشگاه تهران این فیزیکدان جنبش سبز استاد شهید که به دست عوامل کودتا ترور شده بزرگ داشتش از وظایفی است که همه ماها باید در دستورمون قرار بدیم و در ختم اون که گروه فیزیک دانشگاه تهران گذاشته شرکت بکنیم نکته هفتمی که میخواستم بگم این است که بچه های چین هم راهی که با مبارزین ایرانی کردن وقتی که این شعار چین برای ایران امروز تهران فردا پکن رو مطرح کردن بعضی سایت هاشون حکومت چین احتمالا یا حکومت ایران حک کرده بوده بلافاصله دست به کار شدن و سایت آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو حک کردند. به هر صورت جوانان در سراسر دنیا آزادی خواه یک مشیو دارن یک اتحاد دارن همونطوری که دیکتاتورها و سرکوبگرها هم یک روش و یک جور جنایت میکنن نکته بعدی که میخواستم بگم این است که خبری اولیه دریافت کردیم که یکی از سایت ها هم منعکس کرده این است که یکی از فرماندهان لشکر محمد رسول الله مطرح کرده که در روز آشورا وقتی خواسته بودن از پاره ای از سپاهی ها که رو به مردم اسلحه بکشند و رو در روی مردم بایستند تمرد کردند و این کار رو نکردند و اخیرا فشار زیادی به اونها میارن حتی نامه هایی رو براشون فرستادن که خانواده هاشون رو هم تهدید کردند این فرمانده تاکید کرده که مردم خداجویی که شهید شدن در روز آشورا به دست عوامل استخدامی مزدور لباس شخصی بودند که و یا پاره از خارجی های حزب الله لبنان بودند که مردم رو زدن و شهید کردند و بر تمرد سپاهی ها تاکید کردیم اما نکته آخری که میخواستم بگم نکته نهم این است که در ادامه سوال هایی که اغلب پرسیده میشه این تالاسته رو جواب دادم سوال بعدی که پرسیده میشه این است که اعتراض کردن به شکل رفتن توی خیابون گاهی خطرناکه و هزینه زیادی داره ما چه چه چرا چگونه باید این کار رو بکنیم پاسخ به این سوال دو بخش داره یکی اینکه اولا رفتن توی خیابون تنها روش مبارزه خشونت نیست بسیاری روش ها و تاکتیک های دیگه هست که تأثیرش گاهی از توی خیابون رفتن هم بیشتره اگرچه قدرت نمایی ما هر از چندگاهی در خیابون تأثیر بزرگی داره و یا تظاهرات پراکنده در خیابون بیشترین تأثیر رو در فرسایش نیروهای سرکوبگر داره ولی ده ها روش دیگه ای که شاید اون 197 روشی که جیدشارت لیست میکنه و یا روش های دیگه ای رو که ایرانی ها به خصوص خودشون اختراع کردن مثل اسکناس نویسی و غیره اینها هم تأثیرش گاهی گاهی به مراتب بیشتر از رفتن تو خیابونه اما رفتن در خیابون و اعتراض به شکل تظاهرات در جنبش ما باز هم یک روش خاص ایرانی ها رو پیدا کرده و اون هم این است که از روزهای حکومت یا روزهای ملی استفاده میشه و به این ترتیب حکومت رو بر سر دراهی باخت باختی قرار میده که یا ناچاره که دست به سرکوب بزنه مثل آشورا که آبروی در واقع دینیش میره آبروی جهانیش میره و یا ناچار سکوت بکنه که اون وقت با هزینه خیلی کمتری جنبش میتونه در خیابون حاضر بشه در صورت استفاده از روزهای حکومت یا روزهای ملی و مذهبی مثل آشورا یا چهارشنبه سوری یا سیزده بدر یا امسال هم روش است که تأثیرات خودش رو داره و تا کنون هم بسیار موفق بوده تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران ایران